پیشتر در باره مرلا گفتن سبا نشه که میگم مرا ول چک نکن. دکاندارم رفتم گفت وکیل صاحب کجا میری؟ گفت خانه. گفت ما دسلاف نکنیم مرا اکسلر بابت که تو خانه را برم. بعض وقتا نسبتا از سالای وقت کرده ای دو سال بسیار هم پریمانی است هم ارزانی است از وقت کردن خواه بسیار پایین است. دیگه جنس کلش پایین است، روغن پایین است، دیگه پایین است. این مردم که تبصره میکنه غلط است. یک بوجی برنج وقت 3000 روپیه بود یال 2200 2300 این همیت یک بوتل روغن افتاپرس و روسی ماشه 700 یال 400 روپیه شدن. دیگه موضوع مهم از یا که است یک ذره سر این مالیه که دو دکاندارا گزاره کنند. به نام یاد خدا بیننده عزیز، درود شریف به تک تک شما عزیزان که هر کنج دنیا زندگی به سر میبرین و امیدوار هستم دور از دغدغه ها، مشکلات ها و سختی های زندگی باشین. دوستان عزیز، بازم با یک برنامه متفاوت با من لیما پوپل از یوتیوب چینل من در خدمت شما قرار گرفتیم که امروز آمدیم از مشکلات مردم داخل مندوی سرای برنج ازشان آگاه شویم، چقدر مشکلات و سختی ها داره و مواد ارتزاقی به کدام قیمت به فروش میرسه. پس تاخیرین دقایق برنامه من همراه باشین و یوتیوب چینل من را سابسکرایب کنین، لایک و کامنت یادتان نره. پس با ما باشین، میریم با یکی از کسایی که همیجا فروشنده هست گفتگوی کوتاه می داشته باشیم انشالله، ببینیم که در موارد مواد ارتزاقی در سرای برنج مندوی چی گفتنی ها دارن و چقدر از مشکلات خودشان به ما بحث میکنن. السلام علیکم ماما جان، خوب هستین؟ بخیر؟ جور هستین، بخیر، ساتون خوب، خانه خیلی شما زنده و سلامت باشین. چطور هستین؟ چی حال احوال دارین؟ شکر الحمدلله، صد جور هستین. شب روز و زمستانی خوب بخیر میگذر انشالله؟ زمستان هست، تو زمستان های سابقه وار نیست دیگه، هوا خوب است، معتدل است. خدا را سپاسگزار هستم. یک معرفی کوتاه خود بعد دوستا داشته باشین ماما جان. نام نورالم، یک از دکاندارای مندهی بن فروشی. بسیار خوب. چقدر وقت میشه نورالله جان که در این دکان در سرای برنج البته کار میکنین؟ یا من 20 سال میشه. ماشاءالله. 20 سال زنده باشین. 20 سال میشه که همینجا هم دکانداری میکنین و فکر کنم محل بودو باشتون هم همینجاست. همین صاحب کارتینا میشین دیگه هم صاحب. بسیار خوب. نورالله جان، در مورد مواد ارتزاقی که در دکانتان هست، در مورد نرخشان، در مورد کیفیتشان به دوستای ما بگوین. بعض وقتا نسبتا از سالای وقت کرده ای دو سال بسیار هم پریمانی است هم ارزانی است از وقت کردن خواه بسیار پایین است. یک بوجی برنج وقت 3000 روپیه بود یال 2200 2300 این همیت یک بوتل روغن افتاپرس و روسی ماشه 700 یال 400 روپیه شدن. یک پیپ روغن بود مثلا 1400 1500 تا 2000 ریال شدن تقریبا 1700. این همیت هر چیز پایین آمده، هم بعض وقتا هم پریمانی است هم ارزانی است. بسیار تشکر نورالله جان، خوب است که هم پایین آمده و هم فریوانی است. از این شرایط راضی هستید؟ کلگی راضی است، نظر باشه. خدا را شکر. در دکانتون من انواع مواد مثلا سوخت میبینم، مایه ها اینا را میبینم، اینا دیگه از کشورهای پاکستان است درست است؟ از هر جای میاد، پاکستان میاد، ترکیه میاد، روس میاد، از ایران میاد. بسیار خوب. نورالله جان چطور است؟ مشتری ها چطور است؟ یعنی در دولت قبلی چی تو بود؟ حال چطور است؟ والا مشتری از وقت کرا کم از یک کلگی بیروزگار هستن، روزگار نیست، کاروبار نیست، هست بسیار کم. بازم شکر دیگم قسمت میل است چقدر که باشه. خدا را شکر. بازم خدا شکر دیگه مثلا امو روزگار زندگی را میشه پیش برد. دیگه چقدر قسمت است میل است در حالت شکر است باید راضی باشه. خدا را هزار بار شکر. نورالله جان در دکانتان دیگه همکار شاگرد کسی دارین؟ هست، یک دو شاگرد هست اینجا کار میکنه کراچی دارن. حقوق میدین برشان؟ نه و خودشان کراچی اینجا کاروبار میکنه، روزی هر کدام 200 300 برش تاشا میمن. خدا کراچی امر نقل مواد. مشتری که سودا میگیره باز یا سوداشون میبرن. اونا با خودتون دیگه در داخل دکان کار میکنه، حقوق ندارن؟ نه حقوق ندارم، کار خودشان، مشتری که سودا میگیره باز برشان میبرن. هر چقدر که روزانه کار کردن. بله. مشکل نیست بخواشون؟ نه بخواشون مشکل. درست است. نورالله جان ماشاءالله من دکانتان پر میبینم، انشاءالله برکت باشه در دکانتان. برنجایتان برام بگوین دیگه، در مورد حبوباتتان برام بگوین. برنج خیلی رقم است اینا، برنجا قیمت ترین شه و اصل ترین شه. برنجا که اس نو کو ندارم، سر تاپا نیست، اگر بهترین تاپا است، هر رقم تاپا است، هر تجار به نام خود تاپا وارد کرده. باز برنجای کونه که است قیمت تر است، برنجای نو که ارزانه، برنجای نو از 2100 200 تا 2200
او برنجای کونه از 2500 600 برنج کی چقدر کونه میشه بالاتر میره هر چقدر کونه تر میشه قیمتش بالاتر میره قیمت میشه من برنجش بسیار پخت بالا میتن او دیگه این لوبیا است نخود است دال نخود است این اوبات است دیگه بسیار تشکر نورالله جان از دکانتان کرایه مالیات چقدر پرداخت میکنید به دولت مالیات دیگه مو سالانه که چقدر تعیین شده مو پرداخت میکنید تعیین شدگی است تعیین شدگی است برای کل دکاندار او کرایه چی کرایه دیگه ماگکی است دیگه یعنی مقدارش هم میگین یا خیر؟ نه مشکلی نیست میگیم کراش چقدر؟ ماه 20,000 ماشاءالله خداوند برکت بندازه نورو جان ما در این قسمت که آمدیم نرخ دلار رفته بالا میگن دوستای ما شکایت داره زمانی که نرخ دلار میره بالا نرخ مواد ارتزاقی و بعضی از مواد خوراکی دیگه میرن بالا یه حقیقت داره چطور؟ والا این گپ راست است وقتی که نرخ بالا میره کل دکاندار هر کس چیزا رو بالا نرخ دلار بنا نفته وقتی که پایین میه بسیار کم فرق میکنه باید تا وقتی که پایین میه هر دکانداری مسئولیتش است که نرخ را پایین بیاره وقتی که بالا میره باید بالا بره چرا نورالله جان بعضی از دکاکین ما یا فروشنده ما وقتی نرخ دلار میره بالا نرخ مواد مثلا نه نرخ دلار وقتی میای پایین نرخ مواد نمیاره پایین چرا زیادتر دکانداراش با دلار بلند خریداری کرده میشه تاوان قبول نمیکنه در گردن خود زیادترش نمی رقم است به خاطر همین مواد نمیارن پایین بله بله بسیار تشکر شما زنده باشید اینجا دیگه ماشاءالله خوب پر از برنج مواد دیگه هم هست دوستا ما دیدیم که اینجا دکان مواد بعض سوخت و مایه و اینا هست در مورد حبوباتتان بگین حبوباتتان چقدر چی فروشنده مشتری داره هنوز که شرایط خراب هم شده با وجود که دلار برندم رفته مواد اولی هست اگر روزگار باشه نباشه ایره مجبور خانه ببرید لوبیا هست نخود هست دال نخود هست دال پیشوری هست ماش هست این همی ضرورت خانه هست آش هست مکرونی هست کل ضرورت خانه هست باشه نباشه ایره خانه باید ببرید خب شما پوره میکنین گفتین کرایه 20,000 میدین کرایه را پوره میکنن آیا؟ حالا که پوره نمیشه و روزگاره سابق نیست و بس دم قدیمت هست دیگه چی کنیم نکلم کاروبار دیگه یاد داریم بس همیده سیستم دیگه مسئولیت هست چطور یعنی دیگه فقط همه قمیشه که زندگی و روزگار؟ روزمره چلیده میره دیگه آید ماید سرمایه خون زیادتر نمیشه اونو باز وکیل منده ایم هست اگر خطر از اون مصاحبه میکردیم اونو این سید حتما نور جان به پیام بگو به دولت ما از این که در مندوی برنج 20 سال هست دکانداری میکنین با مشکلات دست پنجه نرم میکنین گاهی وقت میشه پوره پوره میکنین گاهی وقت نمیشه پوره کنین پیامتان به دولت ما به مردم ما بگوین کبری ما در خدمتتان است حالا پیام ما خوبی است برای فقط در میسای مالی کم داره خاطر دکاندار کمی هم کاری کنه مالیات بلند است مالیات بلند است کاروبار و قنیست مالیات نظر به چی بلند و پایین میشه نورالله جان والا خیلی درست سال با سال دیگه مالیات را دولت تعیین کرده میره مطابق هر دکاندار هم تعیین میکنه دیگه دولت خود مسئولیتش است اون دیده میره دکاندار هم خبرش مالیات تعیین میکنه اصلا تو میار نداره که مثلا میار چی باشه مالیات بره بالا فقط سال به سال بلند شده میره خب بازار دکان از سرمایه شدیده کاروبار شدیده هم خبرش تعیین میکنه نظر به دکان در ضمن نزید باری بر معلومات باز اون خود است وکیل مندهی ماست باز بر بیخی معلومات پورد بسیار تشکر نورال جان موفق باشی سر بلند باشی همیشه کامگار باشی زنده باش خدا دوستان عزیز نورال جان در مورد دکانش و فروشش گفت که نظر به نرخ دلار و اینا قیمت گذاری کرد بر ما معلومات داد شما تصاویر بیننده باشین که ما امروی وکیل مندوی برنج یک گفتگو داشته باشیم دوستای عزیز ما خواجه صاحب وکیل صاحب مندوی برنج کنار خود ما داریم السلام علیکم و رحمت الله و برکات خواجه علیکم و رحمت الله و برکات چطور هستین حال احوال شما شکر الحمدلله شکر هستیم خدا را شکر که خوب هستین جور هستین آرام هستین یک معرفی کوتاه به بیننده ما داشته باشین اسم خواجه معصوم رئیس برنج فروشای شهر کابل هستم ماشاءالله وکیل صاحب امروز اومدیم به خاطر بعض از مشکلات مردم ما که نظر به نرخ دلار میگه رفته بالا و مواد خوراکی ارتزاقی رفته بالا وکیل صاحب چی نظر داری چی گفتنی داری در این مورد می گپره هر
کسی که میگه برنج همی سابق بود 3500 دلار رسیده در 2500 2200 2400 بهترین برنج در مندهی ما به فروش میرسانیم. صرف یک چیز که بلند رفته لوبیاست، به خاطر زمین لوبیا عبوبات بالا و از این خاطر رفته که مردم افغانستان پریشان است، گوشت خورده نمیتونه دیگه نمیتونن، همی عبوبات هم میخرن. عبوبات یک ذره بلند رفته، 800 900 بوده کلمود 1900 رسیده لوبیا یک وطنی کلاندانا دیگه جنس کلش پایین است، روغن پایین است، دیگه پایین است. این مردم که تبصره میکنه غلط است. صرف با دکاندار چی مشکل است که کرای جایداد بلند است، دیگه مالیات ما بلند است، دیگه این یک شاروالی تکساش بالاست، مشکل مردم دمیست، دیگه کدام مشکل ندارن. مشکل زیاد که مانده داریم قد شاروالی و مالیه داریم. دیگه دکاندارا خودش دکانداری میکنه، غریبی میکنه. ما خودم تخمینا 40 سال است که وکیل هستم دمی منطقه، وکیل کل سرتاسری بودیم. در وقت 5 سال پیش طالبا عالم فعلان مگم ما خدمتگار هستیم. دکاندارا در هر وقت در هر رژیم، در بمبار، در جنگ، در کلگی به مردم افغانستان، به مردم کابل، به کلگی وفادار بوده، غریبی کرده، کار کرده، زحمت کشیده، در جنگا در نمیج خط اول بوده، در می وقت هم به مردم خود مال دیگه تایه کرده جنس. حال ما از دولت خودی را خواهان هستیم که باید است کد ما یک همکاری نمی کنه که همی کرای دکان ها کلش به دلار است، به افغانی شوه، در بیرون سرای هر دکان به دلار است. یعنی که شما وقت کرای دکان به افغانی میتین قبول نمی کنن؟ قبول نه، خب مالکین در نمو مختش شده، باید تصیر طرز عمل شاروالی باشه که خود از این بتل بشان بگوی که اینجا امریکا نیست، خارج نیست، باید از کرای کلش کرای دکانه را به افغانی شوه. یک موضوع. بله. دیگه موضوع مهم از یکی هست، یک ذره سر مالیه که دکاندارا گزاره کنه که ما با ای اگه دولت مردم ما از ما مالیه بگیره، ما میره کلش سنجش میکنیم، سر مال میپرتیم. اگر اینا که ما گزاره کنه چی شاروالی است چی دیگه است، ما که از او گزاره میکنیم. مال خود مردم ما فعلا کلش بیکار است، خانه نشین است، مردم کار نمیکنه، از این خاطر سودای ما کم است. از سو فترا ما قسم میخورم کنجا یک دکاندار ما رفتم، گفت وکیل صاحب کجا میری؟ گفت خانه. گفت ما دسلاف نکنیم، ما را 100 روپیه بده که تو خانه را برم. با این شرایط بینی به خاطر از این شرایط مردم ما پیسه نداره. حالا از کجا کنه؟ پیش بود اینجا کار بود، بار بود، حالا کلگی ساختمانی بند است، کار بند است، خرید فروش جایداد بند است، کل مردم دستاش دنیمی بند است. وکیل صاحب محترم، مثلا از دوکاکین تا شما من حیث وکیل، من حیث کسی که دمیجا رئیسشان هستین، زمان که چند تا از فروشنده ما میایه، آیا دولت برتان شورا ایجاد کرده به خاطر رفع مشکلات تان، آیا به خاطر رفع مشکلات تان شورا ایجاد کرده، یک جلسه گرفته ای کار کرده دولت؟ با جلسه شورا داریم، دیگه داریم، اما کدام چیزی نیست سر ما. تغییرات نمیه؟ سعی کن ما از دولت دقیقه خوش هستیم، با یک نگاه، از نگاه امنیت. ما مردم گشنه و تشنه تجار پیشه، گشنه و تشنه امنیت بودیم. بله بله. با صد بار امی کسایی که مثل اشرف غنی، مثل کرزای دیگه که کمپاین میکن، ما برش میگفتیم که ما هیچ چیز کار نداریم، امنیت. صرف امنیت کار داریم. حال ما از این دولت دقیقه خوش هستیم که ما تا با قاضی را پیسه را برده نمیتونستیم، موبایل دست ما زنگ بزنیم و دست ما چور میکرد. ما از نگاه امنیت سر تا سر افغانستان پیسه خود میبریم، هر کار خود میتونیم، به این خوش هستیم. صرف این روزگار ما دهی شکست کرده که مردم پیسه نداره، مردم تقاوتی ماش دیگه این چیزا نمیره، این مردم استعداد خرید فروش نداره. بسیار تشکر وکیل صاحب. یک سوال دیگه، زمانی که دولت برای شما مثلا وکالت و ریاست تعیین کرده، بله، با مشکلاتتون باز میرسن، مشکلاتتون حل میکنن؟ والا مشکلات ما که سر صدا میکنیم بسیار همه بلند رتبه میکنه، همه کسایی که در وزاره در جایی که مشکل شد ما سرش حل میکنیم، به هر رقم حل میکنه. صرف همی خورده یک ذره تندروی میکنه، دیگه کدوم مشکل نداریم. ما ازش خوش هستیم، از این دولت با یک نگاه که امنیت برای ما آورده. دیگه این یک چیز دیگه است که ما خرید فروش کم شده، مردم ما کلگیش ماوره شد، رفت هر طرف، مسافر شد، مسافر شد، مردم تبلیغات کردن کلا اترس اترس. مگر ما از یادتو دهی خوش هستیم که قسم میخوریم که ما تا با قاضی را اینجا پیسه را در جیب خود بردن نمیتونستیم به خاطر بی امنیتی. بی امنیتی، آل شکر امنیت
است. ما از دولت هیچ رضا نیستیم. او دولت به ما هیچ چیزی کرده که می دکاندار در مو وقتم این کرای دکان ها به دلار را ما فیصله کرد. حال شکر سابق کلگی به دلار و کلدار سودا می شد، حال یک ذره خوب شده که به افغانی معامله شده. زنده باشی وکیل صاحب. کار دیگه به ما کنه که تجارا را بگه که سرش فشار بیا که به افغانی سر دکاندار سودا کنه. به افغانی سودا کنه. یعنی این گپ اصلا قابل مجاز قابل قبول نیست که نرخ دلار میره بالا، مواد هم میره بالا. نه نه، گپ غلط است. مال که باشه امیال واده سیزن است. دلار مال دلاری بالا میره، مگر مالی که به افغانی و کلدار از پاکستان یا میای و بالا نمیره. شما زنده و سلامت باشین، همیشه جاودان باشین. بخیر باشین. قربان شما وکیل صاحب. لطف کردین. ها شما هم. دوستان عزیز، ما وکیل صاحب مندوی برنج در کنار ما داشتیم. مشکلات شما شنونده بودین، دیدین. دیگه امیدوار هستم مشکلات مردم ما شما در محل مندوی سرای برنج حل شوه و همیشه خدا وکیل صاحب شما بازگو شد. دیگه شما تصاویر بیننده باشین انشالله، تا دقیق برنامه ما همراه باشین تا ما ببینیم بعضی از مشکلات چی مانده او را برای شما انشالله بیان کنن. دوستان عزیز، ما یکی از کسایی که در کنار ما داریم برادر محترم ما کسی است که در خود همین مندوی سرای برنج مصروف کراچی وانی می باشه که وقت فروشنده مواد خود می فروشه و خریدار می خره و اینا انتقالش می ده. سلام بیادرم، چطور هستی؟ علیکم سلام، خوب هستم، تشکر. خوب شما خوب هستین؟ سلامت باشی. چطور است شب روز زمستانی، چطور میگذره؟ حالا فضل خواهم به دعایتان دیگه میگذره. خمون تو خوب هست دیگه؟ خدا را شکر. یک معرفی کوتاه خودکو، نامتان؟ نام شیر رحمت است، حالت درویش صفحه میکنم. اینجا تقریبا 6 مکتب بودم که اومده مک، تقریبا 15-16 سال میشه که شغلی میکنم. دمی منطقه؟ دمی منطقه. اینم اینجا تقریبا 16 سال میشه 6 مکتب که اومده ایم. من خوب هستم. تا باز وقتا که می بیادرهای دیگه که هستن که مورلاک میکنن یا جواز میکنن یا دیگه زیاده با حتون دباری قیمتی، یه کل مشکل ده اینجاست که دلار است. این بیچاره‌ها که مورلاک میکنن دیگه میکنن چیز را میخرن، جنس را مثلا میخرن سیر 800، ولی ما فرشن 850 پونی اقلال، ولی فردا که من 850 نه 500 700 رو میخرم مجبور میشه که 900 بفروشن و این بیچاره‌ها رو مورلاک میکنن. گناه از هیچ وقت نیستن، ولی باید میگن مشکل ده دلار است. همه چیز که دلار باید افغانیت باشه. در نرخ پایین بالا شدن دلار است. یک مشکل همه چیز که ده دلار است. اگه چیز افغانی باشه مثلا 8 بخرید 10 بفروشید درست میشه، اما یا بیچاره 10 میخرن 12 بفروشن، ولی فردا که 12 میخرن 15 بازیارا چی میگه؟ بند میگه شما قیمت فروش میگه چرا در 12 فروختین در حال که از نرخ چی خبر نداره؟ نداره مشکل، دمی دلار تا بالا میشه دیگه مشکل نداره. یعنی این حقشان است که وقت ده خریدن 12 بفروشن؟ یک چیزی که میخرن یک درپ مفاد کنن تو فایده کنن. فایده کنن، ولی که فردا که میره خلاص میگه فردا که میره 15 رو پس باز کنه فر مشتری مفر 20 رو میشه، ولی که نرخ نامه که باسه میگه چیزی که در پس 20 رو یار مرلاک می بخاطر شی بخاطر اینکه دلار است تا بالا میشه مونه میتا که یار بند کنه دیگه که به خاطر مشکل عمده شونی است که چرا مفاد میگیرین درست؟ به خاطر مفاد مورلاک میکنن. مورلاک شان میکنن دیگه. 16 سال میشه کراچی وانی میکنین در این منطقه، درست است؟ خب چطور است خرید، چطور است کاروبار کراچی وانی، اصلا چطور است در این منطقه؟ راستش ناشکری نمیکنم، شکر به هر حالش که این دستپای هم جور است. من تا دم چند روز یک کمک ذره ضعیف شده خیلی. تا کدام دولت راضی بوده؟ اون دولت خوب بود یا این دولت؟ والا از نگاه نظمش که بگوی این خوبتر است. من تا دولت چکا دزال و پراز یاد بود، من تا از این نگاه این خوب است. مگم نگاه کاروبار و دیگه یک سعی میکنی یا نه همگی پیسه گم شده؟ پیسه خو گم شده. شیر احمد جان چطور از روز چقدر مثلا انتقال میتی و از هر کراچی که تو انتقال میتی چقدر پول میمونه؟ از ما خو کلش پول میمونه که برابر شوه. این برابری سگ شد خوب اگه نک نشده تو روزم شده دینا روز، ولی امروز فردا روز فقط میرم میام کرای روز میام نون خوردنم دیگه مفاد وقت یک میلیون نمیمونه. اما قمی که کرای رفتم 60 رو میشه 50 رو نون میاد 100 یک نیم ساعت دیگه. از یک کراچی چقدر مثلا میگیری خودت؟ نظر واس انسان شرایط بیچاره که کسی نداره، خب اون 20 30 متر کسی که داشته باشه میگه برو یک اینجایی بتش دیگه. مون گفتن نمیتگ نداره، چرا که خودم ندارم چیزی که به خود میپسیم به دیگرا هم مت. بسیار تشکر شیر احمد جان. یعنی دیگه دمی کار خدا رو شکر راضی هستی و همه قمش که نفقه خانه رو ببری. به توکل به خدا دیگه چی میشه. شکر خدا رو شکر. پس سالم شرایط بهتر از یک چیز برات میمونه که ببری خانه. آه ان شاء الله تو خوب هست دیگه. از چی ناراض هستی؟ از چی مثلا دمی روزا شکایت داری؟ از چی خوش نیستی؟ کار بارت مثلا منظورم از اینکه یعنی پول میگن، مردم میگه پول گم شده کار نیست. چطور مثلا خودت چی بگفتنی داری در این مورد؟ والا در این مورد چی بگویم دیگه،
چیز گفتن نمیتونم. خب خیر شیر احمد جان، ان شاء الله دیگه 16 سال که کار میکنی مصروف کراچیونی هستی، خداوند همه قبرت بده که نفقه خانه برده بتونی، دیگه روزگار ما گفته هم گپ مردم میونه بچره پیش بره. خب یک پیام بگو به مردم ما یا به دولت ما پیام تا بگو. من از یک شهروند مندوی سرای برنج شیر رقم بگو به پشتو یک شیر است بر به پشتو یک شیر بگو. وای کلا بخره نه خفوی، کلا بخره نه خفوی، کریختیا خبره بکم خلق ران سخت خفوی. بیشتر در باره مرلا گفتم سبو نشه که میگم ما رو چک نکن. نه 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 و ماشاءالله خیلی یک شیر مقبول گفتین. موفق باشی شیر احمد جان، کامیاب باشی، خداحافظت. ماشاءالله. دوستای عزیزی، یک از کسایی بود که در اون قسمت مندوی سرای برنج مصروف 16 سال بود که مصروف کراچیوانی بود، درد دلم امروی ما شما کرد. دیگه امیدوار هستم برنامه ما را ببینین، مورد پسندتان قرار گرفته باشه و مشکلات مردم ما را که از کجا شروع تا کجا ختم و در کدام گزینه فعلا قرار داره. تا برنامه بعدی که مل مپوپل از یوتیوب چینل من در خدمت شما قرار میگیرم، تک تک شما عزیزا را بالای بی‌نیاز میسپارم. یوتیوب چینل من را سابسکرایب کنین، لایک و کامنت هایتان فراموشتان نشه. خدا نگهدارتان، الله یار یاورتان باشه.